آیا تا به حال به این فکر کرده ای که چرا بعضی از افراد هر چیزی را که بخواهند به راحتی جذب می کنند و به راحتی به تمام خواسته هایشان می رسند، در صورتی که خیلی از افراد هر چقدر هم تلاش و کوشش می کنند باز هم نمی توانند زندگی خود را تغییر دهند؟ انگار که کائنات صدای آنها را به راحتی می شنود ولی صدای دیگران شنیده نمی شود. چه رازی در این موضوع نهفته است؟ آن افراد برای رسیدن به خواسته های خود چه کاری را انجام می دهند که دیگران از آن بیخبرند؟ دوست من، اگر به دنبال تغییر آگاهانه زندگی خود هستی و می خواهی از قدرت خالق بودن خود به درستی برای خلق خواسته هایت استفاده کنی، حتما این ویدیو را تا انتها تماشا کن، زیرا در این ویدیو اشتباهاتی که مانع خلق آگاهانه می شوند را برای تو بیان می کنم. تو می توانی با استفاده از این اطلاعات همه چیز را در زندگیت تغییر دهی. همانطور که می دانی همه چیز در این جهان هستی انرژی است و در مکانیزم جهان هستی چیزی به اسم زمان وجود ندارد. کائنات مفهوم گذشته و آینده را درک نمی کنند. همیشه همه چیز در زمان حال است. به همین دلیل بسیار مهم است که در افکار، احساس و کلام خود از قدرت زمان حال به درستی استفاده کنیم. ما ابزارهای بسیار زیادی برای ایجاد تغییر در زندگی داریم. یکی از این ابزارها کلام ماست. بسیار مهم است زمانی که ما از ابزار کلام آگاهانه برای تغییر استفاده می کنیم تنها از فعل حال استفاده کنیم. یکی از اشتباهات افراد دقیقا همین موضوع است. زمانی که می خواهند در مورد اهداف خود با کائنات صحبت کنند از فعل آینده استفاده می کنند. آینده‌ای که در مکانیزم جهان هستی هیچ مفهومی ندارد. به عنوان مثال اگر می خواهی یک روز خوب را خلق کنی نباید گفت امروز روز بسیار عالی خواهد بود، زیرا جهان هستی این جمله را می شنود و فکر می کند که تو یک روز عالی در یک آینده پنهان و نامعلوم را درخواست کرده ای. آینده ای که کائنات هیچ تعریفی از آن ندارند. آینده ای که هرگز نمی رسد. بنابراین بسیار مهم است که در همین جملات پایه‌ای هم ما اصول خلق را به درستی به کار ببریم. تو در این گونه جملات باید تنها از فعل حال استفاده کنی و حسی در همان راستا را در خود به وجود بیاوری. برای اینکه بتوانی یک روز عالی را خلق کنی، تو باید بتوانی امروز را یک روز عالی بدانی، حتی اگر واقعیت کنونی زندگیت از ایدئال‌هایت خیلی دور باشد. دوست من، اگر برای تغییر باورها و انرژیت از جملات تأکیدی استفاده می‌کنی، باید بدانی که بیان زمان حال در آن جملات صدای تو را به کائنات میرساند، انرژی تو را با آنها همسو و هماهنگ میکند. استفاده از قدرت زمان حال در راه رسیدن به خواسته ها بسیار مهم است. دوست من، کلمات تو دنیای تو را شکل میدهند. پس در انتخاب کلمات و جملاتت مراقب باش و دقت کن، زیرا کلام تو همانند یک دیالوگ مقدس بین تو و کائنات است. در این دیالوگ مقدس و تاثیرگذار حفظ کردن ریشه جملات در زمان حال بسیار مهم است. تفکرات روزمره تو، احساسات و کلامت همانند دعاهای مداومی است که به جهان هستی ارسال می شود. و اگر این کار را در فرکانس و زمان مناسب انجام دهی، جهان نمی تواند آنها را نشنود و روی زندگیت تأثیر نگذارد. و این گونه می شود که زندگیت تغییر می کند. پس اولین دلیل در نرسیدن به خواسته ها عدم استفاده از زمان حال و موکول کردن خواسته ها به زمان آینده‌ای که اصلا وجود ندارد. دومین دلیل بی‌صبری و مدام در انتظار بودن است. آیا تو هم همانند خیلی ها به طور مداوم بررسی می‌کنی که خواسته هایت به واقعیت پیوستند یا خیر؟ آیا تو هم همانند خیلی ها از نرسیدن به خواسته هایت احساس ناراحتی و ناامیدی می‌کنی؟ و مدام شاکی هستی که چرا خواسته هایت به سرعت محقق نمی شوند؟ ابتدا باید بدانی اگر این احساسات را داری تنها نیستی و این موضوع بی صبری چالش خیلی از ما انسان هاست. اکثرا ما بیشک این را تجربه کرده ایم. زمانی که با قوانین خلق آشنا می شویم و راز و رمز تغییر را می یابیم، با شور و اشتیاق شروع به استفاده از آن قوانین می کنیم و از نگاه خودمان درخواست هایمان را از کائنات طلب می کنیم.
تا اینجای کار همه چیز درست است، ولی اولین اشتباه زمانی رخ می‌دهد که ما شروع به بررسی می‌کنیم که آیا به خواسته هایمان رسیدیم یا نه. و متاسفانه این کار را به طور مداوم انجام می‌دهیم. زمانی که می‌بینیم به خواسته های خود نرسیدیم، دچار شک و دودلی و ناراحتی می‌شویم و ناامیدی به سراغ ما می‌آید. دوست من، دقیقاً همین اشتباه کافی است که خواسته هایت تبدیل به داشته هایت نشود. در این پروسه تغییر تو باید درک کنی که کائنات زمانبندی بی‌نقص خود را دارد. کافی است که تو مسیر را درست بروی و از قوانین جهان هستی به درستی پیروی کنی و در نهایت بدانی که زمان رسیدن به نتایج به تو وابسته نیست، بلکه در هماهنگی و برنامه کائنات است. پس تا به اینجا اگر بخواهیم به سوال اول ویدیو پاسخ بدیم که چرا کائنات صدای ما را نمی‌شنود، باید گفت اغلب به این دلیل است که نه تنها ما در زمان آینده درخواست می‌کنیم، بلکه مدام منتظر محقق شدن آنها هستیم. ولی غافل از آنیم که نحوه عمل کرده مکانیزم جهان هستی و کائنات این گونه نیست. دوست من، تو باید درک کنی لحظه‌ای که یک خواسته را تصور می‌کنی، در عالم کوانتوم تغییر ایجاد می‌کنی. این تغییر باید آنقدر پایدار و متداوم صورت بگیرد تا در فیزیک زندگی خود را نشان دهد. همه چیز در این جهان انرژی است و تو تنها و تنها بر اساس سطح انرژیت خواسته هایت را جذب می‌کنی. اگر تو مدام خواسته هایت را تصور کنی ولی در دل پر از شک و دودلی باشی و مدام نرسیدن به آن را زیر ذره بین ببری، این تو هستی که راه رسیدن به خواسته هایت را می‌بندی. دوست من، برای رسیدن به خواسته هایت تو باید به اعتقاد و باور خود که این آرزو و خواسته از قبل متعلق به توست پایبند بمانی و باید به زمانبندی الهی اعتماد داشته باشی و بدانی که آنچه متعلق به توست راه و مسیر خود را به سمت تو پیدا می کند. یکی از دلایل دیگر که دلیل بسیار مهمی در نرسیدن به خواسته هاست پایین بودن سطح انرژی است. زمانی که یک شخص پر از عادات منفی و مخرب است و با انجام مداوم کارهای منفی سطح انرژی خود را پایین می آورد، قدرتی برای خلق ندارد و مطمئناً صدای او یا فرکانس افکار و احساس او شنیده نمی شود. دوست من، نمی خواهم تو را از انجام کارهای منفی همچون ادیان بترسانم، ولی باید بدانی که اگر کاری انجام می دهی که انرژیت را پایین می آورد، دقیقاً همان کار یکی از دلایلی است که مانع تغییر در زندگیت می شود. عبور از عادات منفی و مخرب مهمترین کاری است که باید در ابتدا انجام داد. تو باید خود را به عنوان یک فرستنده انرژیکی در نظر بگیری. اگر می خواهی صدای تو به کائنات برسد، باید امواجی که می فرستی را قوی تر کنی. این به معنای بالا بردن سطح انرژی است. تو می توانی با ورزش کردن، تغذیه سالم، پاکسازی چاکراها و فاصله گرفتن از کارهای منفی به راحتی در بالاترین سطح انرژی قرار بگیری. آن موقع است که صدای تو به راحتی شنیده و دعاهای تو به راحتی مستجاب می شود. دلیل آخری که مانع خلق خواسته ها می شود عدم پیوستگی در تجسم است. پروسه خلق یک کار دو نفر است. یک نفر تو و نفر دیگر جهان هستی است. تو سفارش می دهی، اوست که محقق می کند. زمانی که تو درخواست خود را با تجسم کردن خواسته هایت به جهان هستی میفرستی، در اصل یک داد و ستد انرژیکی انجام داده ای. تو یک چیزی را درخواست کرده و جهان ممکن است یک فرصت، یک دیدار اتفاقی یا حتی یک موقعیت چالش برانگیز برای آزمایش شجاعت تو ارسال کند. اگر در پاسخ به چالش ها کم بیاری و پا پس بکشی، عملا انصراف خود از رسیدن به خواسته هایت را اعلام کرده ای. جهان هستی به کسانی که فقط یک بار انرژی خود را بالا میبرند و خواسته های خود را بیان میکنند علاقمند نیست. تو باید یک رابطه بلند مدت بر پایه اعتماد، احترام و تبادل انرژی با جهان هستی ایجاد کنی. دوست من، شاید به نظر برسد که خلق آگاهانه سخت باشد، زیرا سالم زیستن، عبور از نفس، تغذیه سالم، تعادل مراکز انرژی بدن در ابتدا ساده نیست، ولی خوشبختانه ما در این راه تنها نیستیم. ما راهنماها و معلمان بسیاری هم در دنیای فیزیکی و هم در بعد معنوی داریم که همیشه آماده کمک به ما هستند. من بر این باورم که ما در این سفر هرگز تنها نیستیم. راهنماهای ما روح هدایتگر،
فرشتگان و حتی تجارب گذشته ما ثروتی از حکمت و آگاهی را ارائه می دهند. این انرژی های معنوی به طرق ظریفی ما را راهنمایی و پشتیبانی می کنند. کافی است که آگاه باشیم و بیدار، آن موقع است که حضور کمک های معنوی را احساس خواهیم کرد. دوست من، اگر در مسیر خلق خواسته هایت هستی، باید بدانی که مهم نیست که چقدر طول می کشد. مهم نیست که چگونه و از چه راهی به خواسته هایت می رسی. تا زمانی که ذهن تو، قلب تو و تمرکز تو بر روی خواسته هایت باشد، همه چیز در همان راستا در زندگیت اتفاق می افتد. حتی اگر در ابتدا این گونه به نظر نرسد. با آرزوی بیداری و آگاهی برای همه مردم جهان، دوستار تو، عرفان.